اوکراین ولادیمیر زلنسکی تاکید کرده بار دیگه این اتفاق و این فاجعه انسانی به دلیل عدم همکاری غرب برای استفاده از تجهیزات آفندی و پدافندی که غرب در اختیار اونها قرار داده میتونه بیشتر هم باشه. زلنسکی ساعتی پیش اعلام کرد بودن تجهیزات دفاعی بسیار چیزهای ارزنده‌ایه، اما نه اینکه در انبارها باقی بمونه. اون تاکیدش بر این بوده که سلاحی که تاکنون وعده شده هنوز به معنای واقعی در اختیار اوکراین قرار نگرفته و اوکراین برای کنترل موشک‌های نظیر موشک‌های بالستیکی که از خاک روسیه به مرکز اوکراین شریک شده در شرق پولترا، در عمل با وجود کنترل کننده و پرتابه‌های زمین به هوا میتونسته منهدم بشه که به اندازه کافی در اختیار نداشته اوکراین. اما پتروفسک، شهری که در شرق اوکراین در محاصره روسیه بوده، حالا خبرها حاکی از این هستش که نیروهای روسی به 6 کیلومتری اون رسیدن و در عمل بسیاری از نیروهایی که در جنوب پتروفسک در حال دفاع هستند، در صورتی که به اندازه کافی امکان مقاومت نداشته باشند، مورد محاصره قرار خواهند گرفت. پیش از این اوکراین درخواست کرده بود با امکانات تازه و نیروهای تازه نفس بتونن این منطقه رو کنترل کنن، اما به نظر میاد که پیشروی روسیه به شهر پتروفسک ادامه داره و در صورت تصرف اون بخش عمده‌ای از شرق اوکراین در اختیار روس‌ها قرار خواهد گرفت. در همین زمان رافائل گروسی روز سه‌شنبه در اوکراین با بازدید از نیروگاه زاپوروژیا، نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا، تاکید کرد هر نوع حمله به این نیروگاه هسته‌ای میتونه یک فاجعه انسانی به باد بیاره و در عمل درخواست کرده بود با کمک حداقل روسیه و اوکراین جلوی چنین فاجعه‌ای گرفته بشه. و در آخر اینکه حملات با موشک بالستیک به نظر میرسه ورق تازه از جنگ هستش که روسیه داره رقم میزنه. من اردوان روزبه، اینجا در واشنگتن دی سی.